بازداشتگاه گذرا. باز همون شاهدین وارد زمانه میگن، کسان دیگری میگن ما دیدیم دختر رنگ و روش پریده، به مامورین گفتیم. میگه یکی از مامورین برمیگرده میگه که این مشبازی ها رو در نیم، خودمون استادشیم. در واقع میشه بهش گفت برنامه ریزی برای یک قتل عامدانه دیگر، قتل عامدانه دیگر. کشته شدن مهسا امینی، قتل مهسا امینی، که مهسا امینی دختر مهسا امینی، مرگ مهسا امینی، مهسا امینی. گواهی فوت حدیث نجفی آمده که دلیل مرگش استفاده وسایل جنگی خارج از جنگ. روز 12 که حالا اخباری که از ایران اینترنشنال شنیده بودیم، رفتیم برای حدیث نجفی. یکی از دوستان من بهم پیام میده تو بهش سکین حاضر باشیم برای شرکت تو 40 حدیث و رضا. باید بیای و نیای و بیشرفی و اینجور حرفا. یه مقداری که پیگیری کردم گفتم چه خبره، گفتش جنگه. سارینا، ارفان، میلاد، من و جان منم. مردم هم با مسدود کردن اتوبان پیاده به سوی مزار حدیث نجفی در حال حرکت. پنجشنبه 12 آبان 40 حدیث نجفی. پنجشنبه مردم اتوبان رو بند آوردن. روز واقعی که اتفاق افتاد، روز 12 که پنجشنبه میشد، من اومدم توی داخل اتوبان و دیدم اتوبان خیلی شلوغه. 11:30 بود دیگه تو اتوبان، دیدیم قبل از بهشت سکینه دیدیم که خیلی ترافیکه. پیاده شدم اومدم جلوتر، دیدم که یه سری از اختشاشگران اتوبان رو بستن. این اتوبان رو اختشاشگرا بسته بودن، هیچ ماشینی نمیتونه عبور کنه. مامورا نزدیک میشدن، سنگ پرت میکردیم. سنگ رو جلد رفته بودم توی بیرون از اتوبان، از خاکی اینجوری سنگ میریختم توی اتوبان که میگفتن سنگ، میگفتن چرا نمیزنی سنگ بردار بزنی. سنگ ریختن روی زمین که ماشینا نتونن بیان. اومدم جلوتر دیدم با یه عده سنگ دستشونه، 3-4 سنگ برداشتن تو دستم. 2-3 سنگ من پرت کردم. با جمعیت امرار شدیم، شعار میدادیم، سنگ پرتاب میکردیم. ما هم تو شعارها شرکت داشتم. دیدیم خب جمعیت داره شعار میده، خب منم یه شعاری دادم. خب همون یه بیشرف و اینا رو گفتیم، هیجانی شدم، یه شعاری دادم. نزدیک ورودی بهشت سکینه شدیم. رفتیم وارد بهشت سکینه شدیم. وقتی وارد بهشت سکینه شدیم، جو خیلی سنگین بودش. اختشاشگرا اونجا بودن. ما تصمیم گرفتیم از خرابه های پایین بهشت سکینه بریم. از طریق خاکی رفتیم، از دیرگذر وارد اتوبان شدیم. تا یه جایی هم رفتیم تا رسیدیم به اون فرعی که شهید از اونجا اومدن. اینا فریاد داد زد بسیجی بگیریدش. وقتی ایشون دویدش دیدم که مردم دارن میگن بسیجی بسیجی، منم گفتم خب بگیریدش بگیریدش و دویدم دنبالش. داد زدم بسیجی بسیجی، بگیرینش بگیرینش بزنینش. که دیدم شهید از نبش فرعی دارن میتونن، که من اونجا یه دونه سنگ نسبتا بزرگ بود تقریبا پرتاب کردم به پاشون برخورد کرد. سنم یه دفعه چرخونه دیدم شهید افتاده رو خاکی و به سمتش چوب سنگ پرت میکردن. با جمعیت دنبالشون دویدیم، یه تعداد زیادی بودن. من وقتی به نزدیکیشون رسیدم دیدم که حدوداً 7-8 نفر اونجا دورشون کردن و دارن با کارد و حالا مشت و لگد بهشون ضربه میزن. روی یه ساینای سفیدی افتاده بود، یه چند ضربه مشت به صورتشون زدم. اون لحظه که بهش رسیدم یه سنگ از جنس خاک و آسفالت بودش، همین که زدم تو سرش خورد شد، بعد چند تا مشتم به صورتش زدم. اینجا 5 آزادراه کرج قزوین، سمت چپ من به سکینه و اینجا محل شهادت بسیجی شهید سید روح الله عجمیان است. منم که این در این صحنه خم شدم، چاقو را توی جورابم در آوردم، به سمت شهید رفتم و ضربه زدم به کتف راستشون، ولی اون لحظه شهید سرپا بودم. چوب پرت میکردن سمتش، سنگ پرت میکردن با مش با لگد میزننش، که بعد تمام 30-40 ثانیه از رو ساینا افتاد رو زمین. که اومدم امین رو دیدم و امین گفت امین من
زدم 5 6 ثانیه کمتر 10 ثانیه اونجا وایسادیم و بعد آریان اومد به من گفتش که امیر زدمش و بعد امیر جعفری هم اومد به من پیوستی که فارغ غلاف کاردم شکسته با غلاف دو تا ضربه زدم. از سمت راست بدنش یکی داشت رو پهلو و دندش بالا پایین میپرید، یکی به پشت گردنش لگد میزد. توی این عکس الان این شخص من هستم که بالا سر فرد هستم و در حال لگد زدن به کتف و بازوش هستم. این پوتینیه که پوتین کار و طبی هم هست، جلوش هم فلز هست. حقیقت ما هم فریاد فهمجب گرفتم و به ستا ضربه زده میکرد. همینطوری داشتم میزدنش به شکمش به دنداش که بعد یه مقدار که خلوت میشه من میرم بالا سرش یه لگد دادش و دو تا لگد به زانوش میزنم. چاقو رو بردم پایین و سمت پهلوی اینجاش به اندازه دو تا بند انگوش چاقومو فرو کردم داخل پهلوش و متاسفانه سه دفعه این کار رو انجام دادم. بعد از اینکه این فرد حالا چاقو رو زد از رو شکمش بلند شد، من پاهاشو گرفتم و کشیدمش به سمت جلوی خوابه. تو همین حین کفشش اومد تو دستم. اینجا دوباره همون صحنه است که دارم جا به جا میکنم شهیدو. اینجا با پای چپ که این قسمتش رو زدم، بعدش با کفشش دوتا ضربه به صورتش زدم.